سلام و که یکی از مصفاهای های امور های شمارش ایام عمر هست به راستی شمارش چه معنی و مفهوم میتونه داشته باشه شمارش روزها چه درسی به ما میده یا اصولاً بهتر بگیم شمردن گران وقتی در داد ستدی موفق میشند اگر پول نقد دریافت کرده باشند اون پول را به دقت میشمارند که مطمئن باشند همه پول خود را دریافت کردند وقتی معلم مهد کودک بچه ها را به گردش میبره مرتب اونها را با روشی که مذهب اجازه بده میشمارند تا مطمئن بشند که بچه جای نمانده باشه خب این هدفی است برای شمارش ولی واقعا شمارش روزها برای ما چه فایده داره برای چی 49 روز را بشماریم آیا برای چیه برای اینه که میترسیم روزی گم شده باشه آیا نگرانیم که روزی فراموش بشه آیا می ترسیم روزی رو از ما دزدیده باشند پس برای چی روزها رو میشماریم باید ببینیم این شماره از کی شروع میشه این شمارش از پسح آغاز میشه قوم اسرائیل وقتی که در پسح آزاد شد زمان هم برای او به دنیا آمد وقتی اجداد ما در مصر برده بودند زمان برای اینها هیچ مفهومی نداشت اصلا به اونها تعلق نداشت برده ها صبح زود بیدار میشدند و شب به هنگام به خواب می رفتند و در این بین این دو فاصله هر کاری که با آنها محول می شد باید انجام می دادند خود اونها قادر به هیچ برنامه ریزی و کنترل زمان نبودند روزی که آنها آزادی خود را باز یافتند زمان هم برای آنها به دنیا آمد و مطرح شد و از آن وقت بود که شروع به شمارش لحظه‌های زمان کردند زیرا از حالا به بعد هر دقیقه و ساعت هر روز برای آنها بسیار اهمیت پیدا می‌کرد چون حالا به دنبال هدف معینی روانه بودند زمان مفهوم پیدا می‌کرد تورا قوم اسرائیل را مقدشه هزمنی معرفی کرده قوم اسرائیل تقدیس کنندگان زمان خونده شدند زیرا از دیدگاه ما زمان و وقت مقدسه تورا درباره حضرت ابراهام میگه و ابراهام زاغم با بیامیم هرچند مفهوم تحت لفسی این موضوع اینه که ابراهام به مرور ایام پیر شد اما این اصطلاحی که تورا به کار میبره با بیامیم در ایام آمد یعنی چی؟ ابراهام با هر روز و هر دقیقه و هر ساعت زندگیش پیش آمد ابراهام هر زمان میگذشت روزهای گذشته را رو نیز با خودش یدک میکشید کش می و, هم و همراه میآورد هر روز هر دقیقه و هر ساعت از عمرش برای رسیدن به هدفی که در اون زندگی میکرد را ابراهام خود در اختیار گرفته بود و این استفاده از زمان چقدر با اصطلاحی که در دوران ما بسیار استفاده میشه مغایرت داره امروزه میگن زمان را باید گذراند یا زمان را باید کشت نه این خیلی مقایرت داره با هدفی که خدا بعد از آزاد کردن ما، از ما انتظار داره که به زمان نگاه بکنیم. هم میگن دنیا محل گذره، باید اون را گذران به ایام را سفری نمود، نه اینطور نیست. انسانی که به خاطر هدف و برنامه زندگی میکنه، هر لحظه از حیاتش برای رسیدن به آمال اختصاص میده و براش مهمه. انسانی که تصور داره، چون علاقه همه ملش به دنیا آمده و باید مجبوره که زندگی بکنه زمان برای او پارامتری است که باید بگذره و یا بهتر بگیم باید اون را تلف کنه و بکشه و این اشتباهه شاید همین علته که به ما دستور دادند فاصله زمان پسح و شابوت را بشماریم تا اینکه برای اون لحظات ارزش قائل بشیم هر لحظه را لمس کنیم و احساس کنیم که چقدر برای ما حائز اهمیته در مراسم تفیله های صبح و روزانه ما برای هر روز ما یک سرود از مزامیر داوید را تنگ کردن و اون را ما هر روز میخونیم سرود هر روزی با سرود روز دیگه متفاوته هر روزی سرود خاص خودش را داره و اگر اشتباهان سرود یک شنبه را به جای مزمور سه شنبه بخونیم ذات کلام را به جا نیاوردیم زیرا هر روز مرحله دیگر از درجات پیمودن کمال ماست شمارش عمر این درس بزرگ را به ما میده که تا چند از لحظات آن با ارزش و تأثیر گذار تا تعیین کننده چگونگی سرنوشت ما خواهد بود به راستی دوست من آیا می دانید امروز چندمین روز عمره؟ شلوم و برخا.